برنامه تلویزیونی برای آزادی زندانیان سیاسی خوش اومدید. سلام میکنم به همه شما عزیزان که بیننده برنامه امروز ما هستید. سویلا داما هستم و با همکارم سحر تیم برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدا با هم آدرس های تماس با کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رو میبینیم و برمیگردیم به چگونگی ادامه برنامه. برنامه را با گزارش خبری از زندانیان سیاسی و در ادامه گفتگو با هجار علیپور، عکس‌العمل جامعه جهانی به سرکوب و اعدام‌های جمهوری اسلامی، گزارشی از وضعیت نسرین ستوده و احضار سفرای جمهوری اسلامی در اعتراض و احکام اعدام ادامه می‌دهیم. در ابتدا با هم گزارش خبری همکارم نگار نادری رو می‌بینیم و برمیگردیم به ادامه برنامه. اعدام علی متغیری به تایید دیوان عالی کشور رسید. او به قتل دو بسیجی متهم شده است، اما عنوان کرده که تحت شکنجه این اتهام را پذیرفته است. صبا کردافشاری، زندانی سیاسی، از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. وی از مشکلات گوارشی و زخم معده رنج می‌برد و پس از اعزام به بیمارستان به بهانه عدم پرداخت هزینه ها بدون رسیدگی مناسب پزشکی مجدداً به زندان بازگردانده شد. سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان قرچک فرامی، علی‌رغم ابتلا به تاربینی و عدم تعادل در حرکت، از حق درمان و اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است. این زندانی در میان بیمارانی که مبتلا به بیماری سل و ذات‌الریه هستند نگهداری می‌شود. سهیل عربی، زندانی عقیدتی، به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. نادر مختاری، از معترضان آبان در بازداشتگاه کهریزک جان باخت. این زندانی سیاسی به علت ضربات باتون در اعتراضات و وخامت اوضاع جسمی چند ماه در کما بوده و پس از به هوش آمدن برخلاف نظر پزشکان متخصص و خانواده وی توسط ماموران امنیتی به بازداشتگاه کهریزک منتقل و در بهداری این زندان با وضعیت وخیمی بستری و زندانی بوده است. وکیل مدافع محمد نوریزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان از تایید محکومیت موکل خود در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی در بخش دوم پرونده وی خبر داد. آلمان به نمایندگی از 47 کشور عضو سازمان ملل در شورای حقوق بشر بیانیه‌ای را در مورد نقص شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی قرائت کرد و از ایران خواست با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کند. در پی وخامت حال اکبر باقری و عدم دخالت بهداری زندان، از انتقال این زندانی به بیمارستان جلوگیری شد و او همکنون در شرایط وخیمی به سر می‌برد. دولت‌های سه کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و همچنین بازداشت شهروندان دو تابعیتی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، سفرای تهران در این سه کشور را احضار کرد. بله. در ادامه خبرها می‌پردازیم به وضعیت هوشمند علیپور. هوشمند علیپور، زندانی سیاسی که در مرداد 97 توسط نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت و در تاریخ 8 دی ماه 98
در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد و خوشبختانه روز سه‌شنبه 25 شهریور 99 وکلا هوشمند با خانواده هوشمند علیپور اعلام کردند که از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اونها ابلاغ شده که حکم اعدام هوشمند لغو شده و در دیوان عالی کشور منتفی و از روی پرونده هوشمند برداشته شد. برای اینکه از وضعیت فعلی پرونده هوشمند علیپور در جریان قرار بگیریم، در برنامه امروز گفتگویی داریم با هجار علیپور، برادر هوشمند علیپور. با سلام و خوش آمدگویی به شما هجار گرامی. سلام، حظ میکنم. خیلی ممنون از دعوتتون به برنامه. امیدوارم بینندگان عزیز صدای ما رو بشنوند و درود میفرستم به همه بینندگان و شنوندگان شما. ممنون از شما. قبل از اینکه به وضعیت فعلی هوشمند بپردازیم، از طرف خودم و تیم فعالین کمیته این خبر مسرت بخش رو و شادی رو به شما و خانواده هوشمند علیپور تبریک میگم. خیلی ممنون. منم تبریک میگم به همه مخالفین علیه اعدام، به همه انسانهایی که برای آزادی و برای نجات هوشمند در کنار ما تلاش کردن و از حمایتهای خودشون بیدریغ نگذاشتن و حمایتهای همه انسانهای آزادی خواه برابری طلب و همچنین شما کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی و کمیته بین‌المللی اعدام و دیگر نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی باعث شد که امروز ما با این خبر خوشحال کننده روبرو شویم و زانی هوشمند از زیر حکم اعدام نجات پیدا کنه. بله، خب من به طور مختصر یه مقدار از چگونگی پیشبرد کمپین نجات جان هوشمند برامون بگید که چجوری پیش رفت این کمپین. از 12 مرداد که هوشمند دستگیر شد، ما چند روز بعدش اعلام کمپین فراخوان دادیم و یک کمپین رو به جامعه تشکیل دادیم برای صرفا برای نجات هوشمند و دوستش که با او دستگیر شده بود. بعد از 2 سال و 2 ماه کارهای گسترده‌ای که این کمپین با کمک ها و شرکت فعالین در عرصه های بین المللی، از فعالین حقوق بشری، مخالفین اعدام، فعالین سیاسی، اعضاب و تشکل‌های حقوق بشری و سیاسی و اعضاب و تشکل‌های حقوق بشری و سیاسی و طیف‌های مختلفی از مردم آزادیخواه در داخل و در خارج کشور به استقبال این کمپین اومدن. کمپین فراگیر شد و تا به امروز در کنار خانواده ما کارهای گسترده ای را در دستور قرار دادیم، از جمله ارتباط گیری با سازمان های حقوق بشری من جمله حفه بین الملل در انگلیس در و دیگر کشورهای مختلف اروپایی تماس گرفتیم، اطلاع دادیم که جان یک زندانی در خطر است و ما به عنوان خانوادهش از همان ابتدا وارد عمل شدیم، اطلاع رسانی کردیم، رو به مردم فراخوان دادیم در ویدیوهایی که از طرف خانواده رو به مردم داده شد، درخواست کمک کردن از جامعه جهانی و ما این وضعیت را به افکار عمومی در اطلاع رسانی کردیم که هوشمند در وضعیت بسیار دشواری قرار داره، در زندان زیر فشارهای جدی قرار گرفته است، در زیر شکنجه و در به فیلم احتراف گیری شده علیه خودش در ارتباط با کارهایی که نه انجام داده نه در انجام آن دست داشته و هیچ حضور نظامی یا مسلحانه در داخل ایران نداشته در زمانی که در کردستان دستگیر شد. اما هوشمند را با توجه به اعترافاتش که از او گرفته بودن، تنها عدله که در دست داشتند همان ویدیویی بود که علیه خودش آورده بودن، او را وادار به اقرار کرده بودن و در 8 دی ماه حکم اعدام صادر کردن. از زمانی که حکم اعدامش صادر شد، کارهای ما به مراتب بیشتر و بیشتر شد، فشارهای ما روی جامعه جهانی و مخصوصا سازمانهای حقوق بشری و حفه بین الملل و دیگر نهادهای بین المللی، وزارت خارجه کشورهای مختلف در همین کانادا، در هلند، در سوئد، در انگلیس و در آلمان و دیگر کشورهای دیگر ما اطلاع دادیم و از وضعیت نگران کننده ای که هست روی خانواده ما هست و جمهوری اسلامی به عنوان یک گروگان هوشمند را در اختیار قرار داده که با توجه به
کاملا ضد انسانی و نادرست و کذبی علیه هوشمند حکم اعدام صادر کند. و خوشبختانه بعضا جواب دادن فراخان به فراخان هم در اکسیون های ما حضور پیدا کردن انسان های از هزاران انسان آزادی خواه اومدن پای این کمپین حمایت کردن پشتیبانی کردن برای نزات هوشمند و در محکومیت این حکم جنایتکارانه. خوشبختانه همین که شما در حال حاضر ما چند روز گذشته در مدیا اجتماعی رو به مردم اطلاع دادیم، در دیوان عالی کشور در 25 شهریور حکم اعدام هوشمند نقض شد و پرونده ارجاع داده شد به شعبه دوم دادگاه انقلاب در شهر سنندج. در شهر سنندج چند روز بعدش و جلسه رسیدگی برای هوشمند در نظر گرفته شد که در 30 شهریور ماه بود، دقیقا 5 روز بعد از اینکه پرونده حکمش نقض شد در دیوان، جلسه رسیدگی برای هوشمند برگزار شد با حضور وکیلش این بار در شهر سنندج و حکم اعدام هوشمند را در 2-3 روز پیش لغو کردن به طور کلی از پرونده. و این خبر بسیار خوشحال کننده بود برای افکار عمومی، برای همه مردم آزادی خواه که در کنار این خانواده و این کمپین با هم کار مشترک و بزرگی را انجام دادیم. دست همگی در نکنه و اینکه هوشمند از زیر حکم اعدام خلاص پیدا کرد، اما تبرئه شد ولی 38 ماه حبس برایش در نظر گرفته شده است که 27-8 ماه آن را در حال حاضر سپری کرده از دوران حبسش و برای دوران باقی مانده زندانش وکیل های هوشمند در حال اعتراض برای حله این حکم باقی مانده هستند که امیدواریم با راه باز یا هر راه دیگری بتوانیم آزادی هوشمند را در سند به زودی زود جشن بگیریم و این کار که صورت گرفت، این فعالیت و این موفقیت بزرگ کمپین آزادی هوشمند حاصل تلاش هزاران صدای آزادی خواهی بود که حله احکام اعدام زندان و شکنجه و حله قتل و جنایت و کشتاری که در جامعه ایران گریبان جامعه ایران رو گرفته است و به وقوع پیوست. و ما تبریک میگیم به همه انسانهای آزادی خواهی که در کنار ما در این موفقیت بزرگ و برای نجات جان هوشمند تلاش کردن و نقش گذاشتن. ممنون. شما صحبت از دادگاه کردیم و حکم تبرئه، میشه در رابطه با این توضیح بدین؟ خب دادگاه هایی داشته در چند روز گذشته، آیا حکم تبرئه گرفته طبق صحبت هایی که شما کردین؟ بله، برگه تبرئه هوشمند توسط دادگاه شعبه دو سنندج به خود هوشمند کتبا ابلاغ شده است و در حال حاضر در زمانی که هوشمند دستگیر شده بود با یک پرونده دیگری براش که باز کرده بودند در دادگاه انقلاب سنندج و آن هم در ارتباط با درگیری یا فعالیتی بوده در چند سال گذشته که در شهر سردش اتفاق افتاده است و هوشمند را به دست داشتن در این حملات متهم کرده بودند و همان اتهامی که در همان مرحله اول از دادگاه علیه هوشمند از او گرفته بودند، هوشمند را خلاصه متهم به اقدام در این عملیات کرده بودند بدون اینکه پرونده‌ای در جریان بوده باشه یا شاهد یا مدارک یا پرونده یا سندی، بدون هیچ اسناد واقعی، فقط همون اتهاماتی بود که از هوشمند اقرار گرفته بودند به اتهام دست داشتن در آن عملیات. اما خوشبختانه این هم رد شده، پرونده‌ای باز شده و در حال حاضر در دیوان کیفری استان در استان کردستان برای احتراز به اون اتهامی بوده که روی پرونده هوشمند بود و امیدواریم در چند روز آینده برگه آزادی هوشمند را دادگاه به خانواده و به هوشمند و به وکیلش ابلاغ کنه و هوشمند بیگناه که بیگناهش در دیوان عالی و در دادگستری استان کردستان و زیر فشار افکار عموم در واقع روشن شد و اینکه آزادیش را بتونیم جشن بگیریم و هوشمند به زودی زود از زندان آزاد شود. مرسی. من سوال آخرم میپرسم از شما. شما به عنوان کسی که یکی از اعضای خانوادهتون محکوم به اعدام شده بود و خوشبختانه این حکم لغو شد، پیامتون به خانواده‌هایی که عزیزانشون در معرض خطر اعدام هستش چی هستش و چه کارهایی باید انجام بدن؟ ما از همان روزی که اولین خبر رو دریافت کردیم که هوشمند دستگیر شد، روز همون شبش در واقع
من و خانواده ما نگرانی های شدیدی به ما وارد شد. ما نگران بودیم که هوشمند با حکم واقعا نابرابری و ناانسانی روبرو شد که همان اتفاق هم افتاد بعدها. و اما ما ساکن ننشستیم، یک قدم عقب ننشستیم، تلاش کردیم سازمان های جهانی را از حقوق بشر، سازمان کمیسیون حقوق بشر در اروپا، در آلمان و در همین کانادا و مرتبا تا به امروز با حفه بین الملل و شعبه های امنستی در کشورهای مختلف در ارتباط بودیم، فراخوان دادیم برای اعتراض به این حکم. در واقع حمایت های گسترده شد از ما با ارسال ویدیوها، اعلام ناراحتی و انزلزالی که از وجود داشت در ارتباط با احکام صادره و سنگین اعدام و زندان که در دستگاه قضایی ایران وجود داره. ما تماس گرفتیم به سازمان های اروپایی، ساکن ننشستیم، جمهوری اسلامی خواست در واقع حلی خانوادهش به هوشمند حکم داده بود که ما برای نزاتش داریم اقدام کردیم و چرا ما باید برای نزات فرزندمون که برادرمون که در زندان هست هیچ حملی انجام ندهیم، هیچ اقدامی نکنیم و ساکت باشیم و منتظر باشیم که جمهوری اسلامی در صورت به حکم مرگ هوشمند را محکوم کنه. ما فراخانمون هم از همون ابتدا داریم که هوشمند بیگناه بوده، به خانواده های زندانیان سیاسی دیگر هم همین صحبت ها رو همین پیشنهاد کردیم و داریم که مستقیما بیان وارد میدان بیان هم اطلاع رسانی کنن، تماس بگیرن با سازمان های حقوق بشری، با کمیته بین المللی اعدام و دیگر نهادهایی که در راستای مخالفت با اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی فعالیت دارن و اطلاع رسانی کنن در مدیا اجتماعی با فعالین سیرهای سیاسی مختلف و مشهوری که در راستای دفاع از حقوق بشر در ایران فعالیت دارن و کار میکنن، تماس بگیرن اطلاع رسانی کنن. در هر صورت نه سکوتش میتونه زون انسان زندانی رو نزد بده، نه اینکه عملا بایستی کار کرد. در واقع ما همین کار رو کردیم، عقب ننشستیم، کار خودمون رو کردیم و کمپینی که موفقیت بزرگی بود برای جنبش علیه اعدام در ایران و این حاصل همین فشارها، تلاشها، کار گروهی و همچنین عملا خانواده که هر یک از خانواده نقشی داشتن در اطلاع رسانی، در ابراز نگرانی و در مرتبا پیگیری با سازمانها و ارگان های حقوق بشری و بین المللی. ما هم امیدوار هستیم که همانطور که قبلا ها اشاره کرده بودیم و گفته بودیم، امیدواریم که کمپین نزات هوشمند کمپین پایان دادن به احکام اعدام در ایران باشد و در واقع برای هوشمند همین اتفاق افتاد. امیدواریم در ایران احکام اعدام از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برداشته شود و هیچ انسانی بنا به هیچ جرمی یا هر عقیده‌ای که داره نه به زندان محکوم بشه و نه به اعدام، نه به اعدام، زنده با زندگی. ممنون از حضورتون، بار دیگه تبریک میگیم به شما و خانوادتون که هوشمند از زیر حکم غیر انسانی و بربریت نجات پیدا کرده و همجور که شما گفتید به امید لغو شدن این حکم و آزادی تمام زندانیان سیاسی. بار دیگه از حضورتون در برنامه‌مون تشکر میکنم. منم خیلی تشکر میکنم از شما و همه کاران برنامه و از زحمت ها و تلاش هایی که شما هم در این راسته انجام دادید. درود بر شما. ممنون از شما. بله، لغو حکم اعدام هوشمند علیپور پیروزی جنبش علیه اعدام و دفاع از زندانی سیاسی. قبل از هر چیزی تاکیدی بر تلاش و اهمیت کارزار نجات جان هوشمند از طرف خانوادهش بوده. باید خانواده به محض بازداشت و زندانی کردن اعضای خانواده سریعا اطلاع رسانی کنند، چرا که جمهوری اسلامی با وعده و وعیدهای توخالی و بی پایه و اساس خانواده ها را وادار به سکوت می کنند و در نهایت زندانی محکوم شده را اعدام می کنند. ما نوید افکاری رو دیدیم و دیگر زندانی های سیاسی که متاسفانه اعدام شدن. در این قسمت از برنامه گزارشی از همکارم زهرا لطفی رو که از وضعیت نسرین ستوده زندانی سیاسی تهیه کرده رو با هم میبینیم. نسرین ستوده وکیل زندانی که از سال 97 در زندان اوین به سر میبره. این وکیل زندانی در تاریخ 21 مرداد ما با شرح درخواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قرارداد. در این مدت که خب نسرین ستوده در اعتصاب قضا بود، از مشکلات جسمی، کاهش شدید وزن، حتی نفسان فشار خون و حتی اینکه در تاریخ 29 شهریور ما
نسری رو در پی مشکلات قلبی به بیمارستان طالقانی منتقل کردن و نهایتاً در تاریخ 2 مهر به زندان اوین بازگردانده شد. به گفته همسر این وکیل زندانی، نسرین رو در صورتی به زندان بازگردان که اقدامات درمانی لازم صورت نگرفت. در مدتی که این وکیل زندانی در حبس قضا بود، کارشناسان سازمان ملل خواهان آزادی نسرین ستوده شدن. حتی 44 وکیل از داخل ایران در تاریخ اول شهریور ما با انتشار بیانی از این وکیل زندانی خواستن که به حبس قضا خودش پایان بدن، زیرا به گفته اونا مسئولان گوش شنوایی برای شنیدن صدای حق طلبی شما ندارن و بهتر هستش که سلامتی خودتون رو به مخاطره نیندازید. و حتی نمایندگان اروپا هم نسبت به وضعیت نسرین ستوده ابراز نگرانی کردن و انتشار بیانی از دولت جمهوری اسلامی خواستن که به صدای حق طلبانی این وکیل زندانی گوش بدن. لازم ذکر هستش که روز گذشته جمعه 4 مهر این وکیل زندانی در پی وخامت حالش به احتساب قضای خود پایان داد. به دنبال اعدام نوید افکاری به دست حکومت زندان، شکنجه اعدام در سحرگاه 22 شهریور ماه در زندان عادل‌آباد شیراز علی‌رغم ابهامات جدی در پرونده که انجام گرفت، جامعه جهانی به طور وسیع و گسترده عکس‌العمل نشون دادن. به اعدام‌ها، به نقض حقوق بشر در ایران و برای اولین بار آمریکا قضات خارجی و یک دادگاه به خاطر نقض فاحش حقوق بشر تحریم میکنه و سیستم قضایی جمهوری اسلامی رو به خاطر اعدام نوید افکاری و سایر نقض‌ها هدف قرار دادن و تحریم‌هایی رو علیه قاضی محمود ساداتی از شعبه یک دادگاه شیراز و زندان عادل‌آباد شیراز به خاطر شرکت در این محاکمه و زندانی کردن اعدام نوید افکاری اعلام کردند. همچنین آلمان به نمایندگی 47 کشور عضو سازمان ملل در شورای حقوق بشر بیانیه‌ای را در نقض شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی قرائت کردند و از ایران خواست تا با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کند. در این بیانیه اومده ما به شدت نگران نقض مداوم حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حقوق آزادی بیان، تشکل‌ها و اجتماعات هستیم. گزارش‌های معتبر از بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان به ویژه در زمینه اعتراضات اخیر نگران کننده است. با هم سخنرانی که نماینده آلمان در شورای حقوق بشر اجرا کرده با هم این رو می‌بینیم که با زیرنویس فارسی که بینندگان عزیز میتونن متوجه صحبت‌های این نماینده بشن. Thank you very much. I give the floor to Germany on behalf of a different group of countries. Madam President, I have the honor to deliver this statement on behalf of 47 countries. We recognize the challenges the Islamic Republic of Iran is facing in addressing the impact of the COVID-19 pandemic. We remain deeply concerned about the persistent human rights violations in Iran, especially related to the rights of freedom of expression, association and assembly. Credible reports of arbitrary detentions, unfair trials, forced confessions and practices of torture and ill-treatment of detainees in the context of the recent protests are particularly concerning. We urge Iran to ensure independent, transparent and credible investigations on the disproportionate use of force against non-violent protesters and to hold all perpetrators accountable. We strongly condemn Iran's continued use of the death penalty, including against juvenile offenders such as Barzan Nasrullah Zadeh. In addition, the sudden execution of Navid Afkari on 12 September was appalling, given the concerns about his trial, the reports of forced confessions, and his treatment in detention. We reiterate our opposition of the death penalty in all circumstances and urge Iran to enact a moratorium. We commend the unwavering courage of human rights defenders in Iran, including women's rights defenders, environmental activists, and lawyers. They continue to suffer intimidation, prosecution, and ill-treatment. We call on Iran to immediately release all those who are arbitrarily detained
as well as political prisoners and prisoners of conscience, such as Nazrin Sotoudeh and Narges Mohammadi. We call on Iran to ensure the independence of the judicial system, the rules of fair trial, the right to defense, and access to a freely chosen lawyer. Finally, while appreciating Iran's recent engagement with the Office of the High Commissioner, we call on Iran to fully cooperate with relevant special procedure mandates, most importantly, the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran. We stand ready to work constructively with Iran towards this end. I thank you. در ادامه اعتراضات جهانی به نقض حقوق بشر و وضعیت زندانیان در ایران روز 15 سپتامبر فراخوانی با امضای 150 شخصیت سرشناس بین المللی و فعالین علیه اعدام با خواست تحریم دیپلماتیک جمهوری اسلامی بیرون کردن این حکومت از همه نهادهای بین المللی ورزشی و لغو سفر مقامات حکومتی همچنین خواست ممنوعیت اعدام و آزادی زندانیان سیاسی منتشر کردند. دولت‌های سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و همچنین بازداشت شهروندان دو تابعیتی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، سفرای این رژیم در این سه کشور احضار شدند و اعتراض کردند به نقض حقوق انسان‌ها در جامعه ایران. همچنین در سطح ایران ما شاهد این صدور بیانیه ها اطلاعیه ها بر علیه این وضعیت در جامعه ایران هستند. 8 تشکل و گروه های فعالین کارگری، بازنشستگان، دانشجویان و لغو کار کودکان نامه سرگشاده به عفو بین الملل فرستادن با خواستار این هستند که مجامع بین المللی باید به حکومت ایران فشار بیارن تا دست از کشتار، شکنجه و اعدام بردارن و حقوق پایه مردم ایران رو به رسمیت بشناسن. و تنها صدور بیانیه ها در محکومیت اعمال ضد حقوق بشری برای به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم در ایران توسط حکومت کافی و چاره ساز نیست، بلکه باید محدودیت های سیاسی جدی و عملی در سطح جهانی تا زمان تن دادن به رعایت حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم علیه حکومت ایران اعمال بشه. خب تمام این اقدامات باید سرآغاز فشارهای زیادی به حکومت اسلامی و بایکوت کردن سیاسی اون باشه. رژیم اسلامی صدها فعال اجتماعی رو ناعادلانه دستگیر، شکنجه و با حکمای طولانی مدت زندان، شلاق و وثیقه‌های سنگین و اعدام روبرو کرده. باید به این جنایات حکومت اسلامی نقطه پایانی گذاشت. رژیم اسلامی فاقد هر گونه اعتبار قضایی و سیاسی هستش. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ادامه اقدامات بین المللی جهت فشار به جمهوری اسلامی گزارش 30 صفحه‌ای رو از اعتراضات آبان ماه، این گزارش رو با خواست فراخوان سفیران رژیم و اعتراض به نقض حقوق انسانی در ایران به دولت‌های کانادا، انگلستان، هلند و فرانسه فرستاده. این گزارش از سوی دولت‌ها هلند مورد توجه قرار گرفته و اعلام کردن اقدامات ممکن در این راستا را اتخاذ میکنند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به جامعه جهانی اعلام میکنه که باید فشار بیارن به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی رو بایکوت کنن و اخراج جمهوری اسلامی در سطح جهانی باید ادامه پیدا کنن. و ما از همه شما مردم آزادی خواه و بشر دوست در سراسر جهان دعوت میکنیم به هر طریقی و به هر شکل ممکن به دولت‌های محل اقامت خودتون مراجعه کنید و جهت بایکوت کردن سیاسی رژیم و احضار سفیران رژیم جمهوری اسلامی، رژیم اعدام شکنجه فشار بیارن. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. با تشکر از اینکه ما رو همراهی کردیم تا برنامه دیگر از برای آزادی زندانیان سیاسی.